در مزمور 119 آیه 78 میخونیم که اشخاص متکبر که با درد و غمهای خود مرا متهم ساختند خجل و شرمنده خواهند شد، اما من بر اوامر تو تفکر خواهم کرد. مسلماً همه رفتارهای ما تأثیرپذیر از افکار ماست. نمیشه که ما با فکر و ذهنی پر از تلخی کلماتی پر از رحمت و برکت داشته باشیم. نمیشه که ما در ذهنمون عصبانی باشیم ولی رفتارمون مسالمت آمیز و پر از ملایمت باشه. در کتاب یوشع هم میخونیم که احکام خداوند رو باید هر روز بخونیم و بر آن تعمق و تفکر کنیم اگه میخوایم که زندگی کامیاب و موفقی داشته باشیم. این دعایه بهترین راهنمای ما برای شروع هر روزمون هستن. کلام خدا میگه اشخاص متکبر خجل و شرمنده خواهند شد. پس دیگه کاری من با این اشخاصی که من رو متهم ساختند رو ندارم، بلکه اینجا سهم من تعمق و تفکر بر کلام خدا هستش. همچنین دوباره یادآوری میکنم در کتاب یوشع میخونیم که باید کلام خدا رو هر روز بخونیم و بر آن تعمق کنیم. پس هر روز ما قرار روی کلام خداوند تعمق کنیم و این میشه تفکر، این میشه مدیتیت کردن بر کلام خدا. پس وظیفه ما و کار ذهن ما اینه که مرتب روی کلام خدا تفکر کنه، تعمق کنه، آیات رو به یاد خودش بیاره و این آیات بتونن تأثیر خودشون رو بر ذهن ما و نهایتاً بر رفتار ما داشته باشن. انتخاب با شماست. آیا میخواهید کامیاب و موفق باشید و طبق وعده خداوند زندگی پر از موفقیت داشته باشید، بر اوامر و تعالیم اون تفکر کنید و روزتون رو پر کنید از برکت خداوند و از آنچه که از کلام خدا میاموزید بر فکر و ذهنتون تأثیر پذیر باشید و در نتیجه رفتاری پر از ملایمت و پر از برکت از خودتون نشون بدید، یا برعکس دوست دارید مثل دنیا خجل و شرمنده باشید، دوست دارید به فکر انتقام باشید، دوست دارید به فکر افکار منفی باشید که به شما دادن، دوست دارید حس متهم شده و قضاوت شده رو به خودتون بگیرید؟ برای امروزتون چه فکری دارید؟ این دعای بهترین راهنمای شماست. فیض خداوند با شما.